سلام دوستان و بینندگان بسیار عزیز خوشحالم که میتونم بار دیگه حقایق بیشتری از کلام خدا رو با شما در میان بگذارم فکر نمی کنم کسی از شما دوستان باشه که از سختی یا طوفان یا مشکلی در زندگیش رد نشده یا رد نمیشه همه ما از یک سری مشکلات رد داریم میشیم ممکنه عزیزی رو از دست دادیم ممکنه بیماری داریم ممکنه فشارهای مالی باش مواجه هستیم یا خیلی مسائل کوچیک یا بزرگ دیگه که به نوعی باهاشون داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و عنوان صحبت من امروز در رابطه با طوفان‌های زندگی هست و حداقل به دو یا سه تا درسی که گاهی وقتا ما میتونیم از طوفان‌های زندگیمون یاد بگیریم میخوام اشاره بکنم. اساس صحبت من بر اساس داستانی هست در انجیل مرقس میگه آن روز چون غروب فرارسید رسید ایسا به شاگردان خود گفت به آن سوی دریا برویم آنها جمعیت را ترک گفتند و ایسا را در همه قایقی که بود با خود بردند چند قایق دیگر نیز او را همراهی می کرد ناگاه تندبادی شدید برخواست امواد چنان به قایق برمیخورد که نزدیک بود از آب پر شود اما ایسا در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود شاگردان او را بیدار کردند و گفتند استاد تو را باکی نیست که غرق شویم عیسی برخواست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود ساکت شو آرام شو نگاه آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکمفرما فرما شد سپس به شاگردان خود گفت چرا این چنین ترسانید آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها بسیار حراسان شده به یکدیگر میگفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرما میبرند. ایسا با شاگردانش قرار بود که با قایق شاگردان از روی دریای جلیل رد برند و به سرزمین جدریان که در اون طرف دریاچه بود برن در اونجا غیر یهودیان زیادی بود که قرار بود بین اونها خدمت بکنن قبل از اون نقطه ایسا شاگردانش رو انتخاب کرده بود دوازده شاگرد کمی قبل از اون انتخاب شده بودن و حالا داشتن با ایسا همسفر می شدن که به اون طرف دریاچه برن نقطه ای که میخوام در قسمت اول صحبتم عنوان بکنم این بود که شاگردان خودشون وارد بودن در کار ماهیگیری اصلا رهفه اصلی شاگردان ماهیگیری بود و همچنین با آب خیلی سر و کار داشتن و تبهر داشتن در جلو روندن قایقشون و خب حتما با یک اعتماد به نفسی وقتی ایسا گفت با قایق بریم به اون طرف دریاچه اینا حتما این اعتماد به نفس رو داشتن که بله ما به راحتی این قایق رو میتونیم برونیم و مشکلی هم حتما پیش نمیاد در واقع خیلی اتکا داشتن به اون دانش و تجربه و علم خودشون و با این اطمینان میخواستن پیش برن ولی خب میبینیم حقیقتی که بود به نقطه رسیدن در وسط دریاچه که طوفان آنچنان شدید بود که میگه تمام قایق پر از آب شد و شاگردان دیدن پس به نظر میاد دیگه نمیتونن در این نقطه به دانش و تجربهشون اتکا بکنن چون طوفان برای دانش و تجربهشون داشت کار میکرد و نیاز به یک کمک دیگه ای داشتن موقع بود که ایسا رو سعی کردن بیدار بکنن یه حقیقت جالبی که این در اینجا برای من باز شده این هست که گاهی وقتا ما هم در توفانهای زندگیمون ممکنه خیلی اتکا بکنیم به دانش و مهارتهای خودمون یا تجربه خودمون ولی وقتایی هست در زندگیمون که میبینیم که دیگه دانش و مهارت و حتی تجربه ما جواب نمیده مثل کیس دکتری هست دکتوری دکتری که خیلی متخصص هست و سعی میکنه بیماری یک شخص بیمار رو درمان بکنه ولی گاهی وقتا بعضی از بیماری ها مثل سرطان به اندازه پخش شده که دیگه در توان دکتر نیست که بتونه کار دیگه برای اون بیمار انجام بده و دیگه قطع امید میکنه به نظر میاد در این نقطه انگار ایسا اجازه داد که شایردان با یک چنین بحرانی مواجه بشن که بدونن که در برخورده با طوفانی که براشون پیش اومده دیگه نمیتونن به تجربهشون به عنوان ماهیگیر یا قایقران اتکا بکنن آیا برای شما چنین وقتهایی پیش اومده که واقعا دیدید که دیگه دانش شما جواب نمیده ممکنه بعضی از ما کلام خدا رو خیلی خوب بدونیم افرادی هستن حتی ممکنه دکترای رشته الهیات رو داشته باشن واعظ کلام باشن حفظ بلد باشن کتاب مقدس رو ولی وقتهایی هست که طوفانهایی در زندگی میاد که دیگه دانش ما نیست که میتونه جواب بده در اون وقت که ما بایستی از کس دیگه کمک بگیریم یا تکمون رو روی کس دیگه بذاریم چون در این شرایط دیدیم که قایق شاگردان پر از آب شد وقتی که ما از طوفان ها رد میشیم وقتی قایق ما هم پر از استرابا و نگرانی ها میشه و نیاز داریم به کمک کس دیگه ای یکی از نکته هایی بود که واقعا در رابطه با این طوفان برای من باز شد در رابطه با شاگردان و اما نکته بعدی این هست که گاهی وقتا خدا اجازه میده که ما در توفانهای زندگی بود جدیدی از شخصیتش رو بشناسیم خب وقتی که این طوفان ایجاد شد خب شاگردان عیسی رو بیدار کردن چون دیدن ایسا پشت خوابیده بود ولی ایسا حواسش جمع بود اینقدر عمیق به خواب نرفته بود که متوجه نباشه ولی به نوعی هم فکر میخواست شاگردان رو آزمایش بکنه و بهش میگن که عیسی چرا بیدار نمیشی کاری بکن این طوفان ها داره قایق ما رو پر کرده ایسا با این که شاگردان احساسشون رو ابراز کردن مشکل نداشت مشکل ایسا بی ایمانی شاگردان بود در اون عمقه چون ایسا مجزات زیادی رو کرده بود یا متوجه شده بودن که ایسا قدرت داره قدرتمند هست قادر مطلق هست ولی انگار احساس کرد اینا یه مقدار نسبت به کار مسیح در اون قسمت بی ایمان شده بودن ولی در اینجا چی برای شاگردان باز شد وقتی که عیسی از خواب بیدار شد و فرمان داد که اون طوفان ها آروم بشن میگه که شاگردان به همدیگه گفتن این کیه که حتی باد و دریا هم از اون فرمان میبرن انگار شاگردان در این نقطه یا متوجه شدن ای این ایستایی که ما مدتها بود باهاش بودیم و مجزات هم ازش دیدیم ما متوجه نبودیم که قدرت داره به باد و دریا هم فرمان بده آروم بشن پس این بود از شخصیت و عمل کرده خدا در این طوفان برای شاگردان باز شد و خدا میخواست این بود رو برای اینها باز بکنه چون شاگردان هم بعد آماده تر میشدن چون در اون طرف در چند کمی بعد قرار بود که اینا خودشون وارد معموریت بشن. پس این نکته دومی بود که در این قسمت برای من هم باز شد. من یادم هست که یک چیزی از تجربه شخصی میخوام بگم که حدود 14 سال پیش بود که من ما متوجه شدیم که مادر من 14 یا 15 سال پیش دچار بیماری سرطان شده و خب خیلی هم برای این موضوع دعا میکردیم و واقعا طالب شفای خدا بودیم و تا اون موقع حتی در زمان بیماریش مادر من خیلی در رابطه با نیکوی خدا صحبت می کرد و همیشه می گفتش که خدا در زندگی من حقیقتا و به تمام معنا نیکوست و حتی وصیت کرده بود که بر روی سنگ قبرش یکی از جملاتی که ما می نویسیم این باشه که خداوند حقیقتا و به تمام معنا نیکوست تا اون موقع این برای من یک تئوری بود که خب خداوند نیکوست ولی چطور می تونه خداوند نیکو باشه وقتی اجازه میده این اتفاقات پیش بیاد خب نهایتا اراده خدا این بود که مادر من در اون مقطع شفا نیافت و اونا به حضور خودش برد ولی در طول سالها بعد از این اتفاق واقعا به این باور رسیدم من در زندگیم هرچند نقشه خدا رو نمیتونم بفهمم در رابطه با اون واقعه ولی اون طوفانی بود که باعث شد که این بود از شخصیت خدا بیشتر برای من و حتی فکر کنم خانواده باز بشه که خداوند نیکوست و ایمان آوردیم چون دیگه وضعیتی نبود که ما با اتکا به دانش و علممون میتونستیم کاری بکنیم بلکه باید به خدای نیکو اعتماد میکردیم برای این ما هم گاهی وقتا در زندگی دوستان عزیز اگر طوفان هایی پیش میاد یک کمی نگاه بکنیم به خودمون و بدونیم در بعضی از طوفان به جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم مثل شاگردان به علم و دانشمون اتکا بکنیم حتی تجاربمون بلکه بایستی تکم رو روی خدا بذاریم بعد در اون طوفان ها کمی تعمق بکنیم ببینیم خداوند چه درسی رو میخواد به ما یاد بده چه بود از شخصیت و عملکردش رو میخواد برای ما باز کنه همونطور که برای شاگردان باز شد همونطور که برای من باز شد و بخوایم خداوند درس عملی رو که در رابطه با خودش میخواد به ما یاد بده یاد بده چون اون درس رو که یاد بگیریم ممکنه بعدا بتونه ما رو وارد معموریت و خدمات بیشتری بکنه همون کاری رو که با شاگردان انجام داد بعدا شاگردان تونستن با قدرت بیشتری خدمت بکنم پس ما در طول زندگی از طوفان ها زیاد نترسیم بلکه سعی بکنیم و درسی رو که طوفان ها میخوان به ما بدن یاد بگیریم خداوند با تک تک شما عزیزان باشه باشه که آرامش و هدایت خداوند در تک تک هایی که داریم با شما باشه